اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. شهر غریب من با چهره نشسته بر آن خون می گسترد به پای وطن صبح فتح را، خصم آسمان شب را با کینه‌هاش آلود، اینک ستاره ها هم غرقند در شب و دود. وقتی که پارسیان بر سر نهاده سنبل فروردین در کوچه باخای نشابور نوروز را خوش آمد می گفتند، گویی خیال و خواب نبوده است. این سرزمین جادویی در چنگ تازیان و تموچین هم نوروز را زیاد نبرده است. آنجا دوشیزگان شرق خراسان پیراهن عزا بر می کنند از تن، با قصب سرخ پیرهن خیش می کنند. وقتی که باز می آیند پیروز و سربلند مردان جبهه ها از غرب رود کارون، در دستهایشان گلهای سرخ پرپر، در باد می نشانند آن سو کنار صبح، تاریخ در برابرشان خم می کند سرش را. این سو باری دیگر چشمان خصم میبیند ایران و آذرش رو. علیرضا نوریزاده، سه‌شنبه 24 می ماه سوم خرداد. حمید آزاد شد، هویزا آزاد شد، سیمین بانو کجایی؟ روز فتح خرمشهر هیچ وقت یادم نمیاد. اون روز من انقدر داد زدم، فریاد زدم که بچه هم ازم میگه چه خبره؟ و براشون شرح میدادم. برای نیما کوچولو هم، برای نوید کوچولو و برای امید میگفتم که فتح خرمشهر یعنی چی؟ بازپسگیری سرزمین. از دست صدام بعثی و اونایی که خواب عربستان کردن خوزستان رو میدیدن. حالا هم یه دو نوکر هنوز دارن این پس پشت و کوچه ها. و خرمشهر آزاد شد. رژیم در تمام ادبیاتش نقش عظیم ارتش ایران رو میخواد انکار کنه، در حالی که این ارتش بود طرح خرمشهر. توی یکی از این فیلماشون که درست کردن میگه که بله ما دستور عقب نشینی دادن ولی نصف شهر دست ما بود. شما با گریه رفتید عقب، همین آقا شمخانی و بقیه‌تون. اون ارتش بود، نیروی مخصوص بود، تکاوران دریایی بودند که با دلاوری 400-500 شهید دادن. خجالت نمی‌کشید که فداکاری اونا رو می‌خواید به حساب حسن کلباس بذارید؟ نکنید این کارو. کسی نقشه داوطلبان و سپاه رو انکار نمیکنه، شما نقش ارتش رو انکار نکنید. اون ارتش دلاور، اون ولی الله فلاحی اگر نبود، ظهیر نژاد نبود، صیاد شیرازی نبود، عباس دوران نبود، اینا اگه نبودن شما چیکار میکردید؟ هیچ. آقای سبزوار رضایی از آقای خمینی 2000 تانک میخواست و 1500 تا هواپیما. روزی که جنگو برده بودیم بعد از خرمشهر 8000 تا فقط تو شهر اسیر شدن،
تیکای رو با هم ببینیم. البته ادبیاتی که روی اون گذاشتن ادبیات ملت ایران نیست. نگاه کنید. ظهر سوم خرداد 1361، پس از 19 ماه اشغال خرمشهر توسط رژیم بس، پرچم ایران بر فراز مسجد جامع این شهر به اهتزاز در می آید. خرمشهر آزاد می شود. خونین شهر، شهر خونی، آزاد شد. اما همین 19 ماه قبلش، مهر ماه 1350، وضعیت جور دیگری بود. این بی‌لیاقت ها حتی برای اینکه مردم رو محروم کنن پرچم خرچنگ نشانشون رو میرن روی مسجد میذارن. خرمشهر جای دیگه نداشت، جایی که بچه‌ها دست دست کشته شده بودن در دفاع از نیاخاک، عرب‌های ایرانی جان داده بودند و فرزند و همسر و پدر. اون وقت شما هنوز بی لیاقت ها جنوب لبنان رو برای حسن نصرالله ساختین، در حالی که اون جنگ خیانتبار بود علیه لبنان. دو تا سرباز اسرائیلی رو گرفتن که لبنان رو نابود کنن، شما رفتین ساختین. خرمشهر رو هنوز نساختید خجالت بکشید، هنوز بم رو نساختید خجالت بکشید، روستاهای ویران شده کرمانشاه خجالت بکشید، بیگانه پرستهای مزدور. و حالا میاید در سالروز، در سالروز آزادی خرمشهر، نور چشم عزیز مقام معظم و مقامات معظم عبدالباقی خان برج میسازه که بر سر مردم آبادان خراب بشه. یادتونه سینما رکسو به دستور آقای محتشمی پور و آقای خوئینی ها آتش زده شد؟ یادتون باشه. دنبال این بگردین کی بنزین رو تهیه کرد، کی مازوت رو تهیه کرد، نقش جزایری ها چی بود، نقش اون آدمی که بعد نماینده آبادان شد در مجلس شورای نا اسلامی و نا ایرانی. یه بچه آبادان رو دعوت کردم بیاد، خوب میشناسینش، اسم برنامهش از سینما رکس تو ایران فردا، مدتی است همراه و همدل با ماست، از اون بچه های نازنین خوب آبادان. محمد تنگستانی، درود بر تو. الان به مردم ستمکش و زجر کشیده ایران و مردم عزادار شهرم آبادان. محمد جانم، برامون بگو چه اتفاقی افتاد، چی شد؟ تو سابقه رو همه رو میدونی. بله، والا خب سر بحث رانت خاری و زمین خاری هلدینگ عبدالباقی، خب همه چیز مشخصه که این شخص، این کلن عبدالباقی ها، خب در سالهای گذشته در آبادان شروع به ساخت و ساز کردن، ساخت و سازهای بزرگ رو انجام دادن و مراودات خیلی شدیدی با سپاه، با استاندار قبلی فعلی، شهردارهای آبادان و با مقامات جمهوری اسلامی مراوداتی داشتن، به طوری که برای افتتاح کوچکترین پروژه های ساختمانیشون هم خب استاندار قبلی آبادان شریعتی همیشه حضور پیدا می کرد، می اومد و در آبادان خب ساختمان های خیلی زیادی رو مثل خانه بچاری که یک خانه تاریخی در آبادان بود رو تخریب کردند و خب نقش غلامرضا شریعتی، اسماعیل زمانی رئیس سازمان منطقه آزاد اروند در به قدرت رسیدن
عبدالباقی ها نقش خیلی مهمی بوده، سردارهای سپاهی که پشت عبدالباقی ها ایستادند و از رانت اینها استفاده کردند، و یا اینکه سازمان زندان های استان خوزستان که عبدالباقی ها براشون زندان ساختند در دهکده برین، براشون برای نیروی انتظامی درمانگاه ساخت که بتونه راحت تر زمین خاری بکنه، راحت تر بتونه این کارها را انجام بده. و این ساختمون، این ساختمون متروپول هم که تخریب شد، خب از داخل در نیمه دوم دهه 90 کارشناسان گفته بودن که این ساختمون ساختمونیه که تخریب خواهد شد، اصولی نیست، ولی خب داخل یک خیابونی که عرض خیابون 7-8 متر، نمیدونم چطور شهرداری، زمان شهرداری سمتی که آی شیرازی شهردار شهر بوده و بعد شهردار فعلی، بهشون مجوز داده میشه و ساخته میشه و این اتفاق ناگوار داره میفته. و به باور من این اتفاق یک جنایت سیاسیه که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در حق مردم ایران و نه فقط در حق مردم آبادان، در حق مردم ایران رقم زده، همونطور که جوانان ما رو در نیزار ماهشهر با گلوله کشتند، همونجور که به هواپیمای مسافربری موشک زدند، اینجا هم برای منافع اقتصادی خودشون اومدن ساختمان‌های غیر اصولی رو مجوز دادن که بتونن پول بیشتری داشته باشن، بتونن رشوه‌های بیشتری بگیرن و اینجوری با جون جوانان و مردم ما بازی کردند. و از صبح تا حالا هم که بحث این رو دارن مطرح میکنند که عبدالباقی خودش داخل ساختمون مرده، اصلا مرده یا زنده بودن عبدالباقی اصلا مهم نیست. عبدالباقی یک اسم رمزه به باور من، چه زنده باشه چه مرده باشه اصلا اهمیت نداره، مهم اینه که چه کسانی به این شخص که تا دو دهه قبل هیچ سرمایه زیادی نداشته، هیچ سمت سیاسی نداشته، یک آجیل فروشی داخل شهر داشته، چطور به اینجا رسیده که الان داره شهرک سازی میکنه. اون کسایی که پشتش بودند، اون شهردارها، فرماندارها، استاندارها، اون فرماندهان سپاه، اونا که زیر آبار نبودن، که اونا که نمردن، اونها هن که باید پاسخ باشن. جمهوری اسلامی است که باید پاسخ باشه. وقتی که نماینده ولی فقیه میاد میگه که امروز اومده نماینده سید علی خامنه‌ای در استان خوزستان، اومده چهارشنبه داخل آبادان و خرمشهر عزای عمومی اعلام کرده، اینا میان عزای عمومی اعلام میکنن که خودشون رو شریک غم ما بدونند. ما نمیخوایم شما شریک غم ما باشید، شما قاتل ما هستید، قاتل ما نمیتونه شریک غم ما باشه. تنگستانی عزیزم، راجع به عبدالباقی بازم ازت سوال خواهم کرد. آنچه که شنیدی راجع به تعداد زیادی که هنوز زیر آوار هستن چی؟ نگاه کنید، از دیروز خب خیلی از بچه های شهر، به خاطر اینکه من خودم بومی شهر هستم، آبادانی هستم، خیلی از بچه ها با من در تماس هستند، به رسانه های داخل ایران که اصلا نمیشه اطمینان کرد. اون لحظه اولی که اون خانم، اون خبرنگار صدا و سیمای آبادان اومد گزارش تهیه کرد و یک گزارشی داد بیرون که چند زخمی سطحی بوده، همون لحظه ما صدای زجه زنان و مردان آبادانی رو داشتیم میشنیدیم. در و کلا جمهوری اسلامی خب سابقه خیلی خوبی در دروغ گفتن و عدم اطلاع رسانی داره. در نتیجه ما به آماری که جمهوری اسلامی میده بنا به سابقه و بنا به تجربه‌ای که داریم اصلا اطمینانی نمیتونیم بکنیم. از دیروز در شهر، جدا از اینکه همیشه در آبادان فضای امنیتی هست به خاطر اینکه نقطه صفر مرزیه، از دیروز که استاندار استان خوزستان وارد آبادان شد، فضا امنیتی تر شد. به جای اینکه اینا بیان ادوات برای بیرون کشیدن مصدومان و کسانی که کشته شدند در این جنایت سیاسی تهیه بکنن، اومدن نیروی ضد شورش آوردن، اومدن اون منطقه رو بستن. در نتیجه اون منطقه الان یه منطقه ایزوله است. امروز هیچ گونه فیلمی بیرون نیامده، هیچ گونه اطلاعات کاملی نیست. اینکه بگیم چه تعداد هنوز داخل زنده هستند، چه تعداد نیستند، ریزش دوباره آیا سبب شده که اون افرادی که زنده بودن بمیرن یا اینکه نه هنوز زنده هستن، هیچ آماری نیست. اگر من بیام بگم آقا تعداد انقدر بوده، فردا چیزی دیگه منتشر بشه، یا اینکه با گذشت زمان و با دادخواهی مردم اینا مجبور به راستگویی بشن، مثل
قضیه یه هواپیمای مسافر بعدی که اول انکار کردن بعد دادخواهی مردم سبب شد که اینا مجبور بشن. آمار دقیقی نمیشه داد دکتر، ولی میدونم که دو تا از بیمارستان‌های داخل آبادان مملو از مجروح، چند جسد در همین ساختمون بیرون کشیده شده که هویتشون مشخص نشده، نتونستن هویت رو شناسایی بکنند، ولی اینکه آمار دقیقی داده بشه هیچ چیز مشخصی نیست. نمیخوام خیلی جو زده، خیلی شتاب زده و خیلی احساسی برخورد بکنم و آمار اشتباهی بدم. آمار درستی نیست. آماری که شهروندا دارن میگن، به خاطر اینکه وضعیت الان در آبادان کاملا احساسیه، تو آبادان همه کس و کار یکدیگر هستیم، همه خاله و دایی و عموی یکدیگر هستیم. میری داخل مغازه میگی سلام آموز، پیرزنه داره بار میبره میگی نه 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 بذار کمکت کنم. تو آبادان همه خیش و قوم یکدیگر هستیم. در نتیجه برخی از آمارها و اطلاعات احساسیه، برخی اون آمار اطلاعاتی که جمهوری اسلامی داره میده دروغه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی سالیانه داره هزینه های میلیاردی واسه اون ارتش سایبریش میکنه. نقش ارتش سایبری در دروغ سازی و خبرسازی هم نباید نادیده بگیریم. در نتیجه ترجیح میدم که آماری ندم، ترجیح میدم که خیلی با طمأنینه قدم بردارم. چرا؟ به این خاطر که هم خاکم، هم شهرم و هم جون هم وطنم و هم شهریام باسم ارزش داره. امیدوارم که کسانی که جونشون رو از دست دادن صفر باشه. این آرزو رو دارم، اما آرزویی یک سرابه، چون خیلی از افراد جونشون رو از دست دادند. محمد عزیزم، تو خودت هم برنامه تو داری و بنابراین اطلاعاتی که تکمیل میشه تو برنامه خواهی گفت، ولی من یه چیزو میگم. تو خیلی جوونی، شاید یادت نباشه. ببین عزیزم، آبادان یه شهری بود با معماری انگلیسی، یعنی مثل همه جای انگلیس که تو میری یه خیابون بزرگ میبینی، خونه ها مکسیموم دو طبقه، یه طبقه دو طبقه. زیبایی آبادانم تو بواردو بریم در همین بود، یه شهر متفاوت بود از شهرهای دیگه ایران. شاید یادم هست من میمدم آخرین بار، مثلا فرودگاه فقط اون برجش بلند بود که دیده میشد، یا ساختمون رادیو تلویزیون به خاطر دکلش. ولی آبادان جای بزرگ، هتل هم بود یه دونه که شاید هم چهار طبقه بود، ولی آبادان یه شهر زیبای ویلایی بود، تمام خونه حالت ویلا داشت. و در اینجا بیان برج بسازن خیانت مطلقه، به جهت اینکه خاک آبادان خاک سستیه، خاک بغل دریاست، این خاک نمیتونی روش تکیه کنی. خاک سنگی نیست که، خاک بتونی که نیست، خاک سبکه، نرمه. و بنابراین همینطور که میگی این خیانته. و آقای عبدالباقی، من خیلی دلم میخواد خبری ازش داشتی به ما بگو، ما بدونیم این آقای عبدالباقی کجا. حتما از صبح که دارن دادستان استان خوزستان که اعلام کرده که زیر آوار بوده و جسدش رو بیرون کشیدیم، ولی خبرهای زد و نقیزی هست که میگن فرار کرده، چون دیروز دادستانی اعلام کرده بود که بازداشت شده، بعد امروز گفتن که نه ما گفتیم که بازداشتش بکنن، نگفتیم بازداشت شده. در نتیجه نمیخوام وارد بازی سپاه و بازی امنیتی قرارگاه ابوالفضل آبادان بشم، در نتیجه در این مورد چیزی نمیگم. اما دو تا نکته رو خیلی تونتون بگم که وقت برنامه‌تون رو نگیرم. نکته اول، مردم دادخواهی کنید. عبدالباقی فقط این دو ساختمان رو در آبادان نساخته، ساختمان‌های زیادی ساخته. الان سازمان مهندسی و شهرداری باید بیاد تک تک اون ساختمان‌ها رو بررسی بکنه، دوباره نباید فاجعه این گونه رخ بده. در نتیجه داخل اون ساختمان‌ها آدم دارن زندگی میکنن، در اون مجتمع هایی که عبدالباقی ساخته آدم دارن زندگی میکنن. کسی که استانداردش این گونه بوده که ساختمون که برج فرو میریزه، در نتیجه اون ساختمون ها هم میتونه با همین استاندارد ساخته باشه. عبدالباقی و عبدالباقی ها و سپاه و قرارگاه ابوالفضل و شیرازی شهردار سابق آبادان دلسوز من و شما نبوده، اسماعیل زمانی دلسوز من و شما نبوده. در نتیجه دادخواهی کنید که تک تک این ساختمون ها باید بررسی بشه. نکته دوم، منطقه آزاد اروند که این همه پول داری، منطقه آزاد اروند چرا ادوات نداشتی؟ چرا صبر کردید که از شیراز و تهران و اهواز وسیله واسه بیرون کشیدن همشهری های من از زیر آوار برسه؟ این پولا رو داری چی کار میکنی منطقه آزاد اروند؟ اون پولی که داری میدی که جشنواره هایی که اصلا هیچ صدایی نداره، هیچ مخاطبی نداره،
برگزار بشه رو یا هزینه کن واسه یه شهر وسیله بخر. چرا آتش نشانی آبادان ادوات نداشته؟ از صبح تا الان آیا کسانی که دارن از زیر آوار جسدها و مجروحین و زنده ها رو بیرون میکشن کلاه ایمنی سرشون هست یا نیست؟ فیلم هایی که دیروز اومده بیرون کلاه ایمنی سر افراد نبوده. منطقه آزاد، آتش نشانی شهرداری، شرکت نفت، داری چیکار میکنی؟ گل میشنم، رفته گل بشنم. چیکار دارید میکنید آجی؟ محمد چند چندید؟ یه معذرت خواهی من از مردم شهرم بکنم. من به این خاطر که برنامه ها رو از قبل میسازم، برنامه امشب سینما رکس که پخش میشه در مورد این قضیه نیست، اما هفته آینده کاملا سینما رکس در خصوص آبادان و در مورد این قضیه خواهد بود. سعی میکنم در شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام خودم جبران بکنم که برنامه امشب در مورد این قضیه نیست. و دمتون گرم. نمیتونم، اون استانداردهای روزنامه نگاری به من اجازه نمیده که ازتون بخوام بیایید تو خیابون، اما با عنوان یک شهروند میتونم ازتون بخوام دادخواه باشید، مطالبه گری کنید، نذارید ما رو بکشند. دمتون گرم. ممنونم ازت محمد تنگستانی عزیزم، همکار جوان نازنینم با برنامه دیدنی سینما رکس. درود بر تو. قربون شما. ممنونم. حالا بریم آقای عبدالباقی رو بشناسیم، نگاش کنیم حرفایی که میزنه، جوایزی که بهش دادن، قربون صدقایی که رفتن. این متری پول میداد، یعنی مثلا اینجا رو ارزیابی میکردن. یه چیزی براتون بگم، فهمیدم اینقدر ناراحت شدم. آقای کرباسچی وقتی شهردار تهران بودن که عملاً مهندس ملک مدنی شهردار، چونشون چیزی بلد نبوده شهرداری، آقای کرباسچی بعد از اینکه تیما رفتن جدا شدن دیگه خودشون بودن همه کاره، یک زمین 5 هکتار رو، 5 هکتار، یک باغ بزرگ، درخت رو زدن، شاخه رو زدن، مثل 5000 تومن تقسیم کردن و تفکیک کردن و بین اولیاء الله تقسیم شد. همین فرزند آقای هاشمی رفسنجانی خونش از اوناست، همین خونه که الان داره آقا محسن. آقا محسن در یکی از همین تیک زمین ها خونه ساخت و خیلی از کارگزاران رو واقعا متاثر میشم. آقای کرباسچی من فکر میکردم تو یکی از این کار را نمی کنی. بگذاریم. بعدم که اومدن محاکمه کردن برای 6 تا سکه، این 5 هکتار مهمتر بود یا 6 تا سکه؟ بگذاریم، که چون نیک بنگری همه تزویر میکنه. اما بریم این آقا رو، عبدالباقی خان رو ببینیم با قربون صدقهای. گفتم اینا متری میرن آسمون میفروشن و در اینجا در شهر آبادان مساحت بندی بکنید ببینید وقتی متری 25 میلیون تومان میفروشن هوا رو چقدر گیر اون آقای شهردار قبلی اومد. شهردار جدید که اپروف کرد ساختمونو، استاندار چقدر گیرش اومد، فرماندار چقدر گیرش اومد و آقای عبدالباقی چقدر گیرش اومد. به بهای مرگ عزیزان آبادانی ایرانی ما نگاه کنیم آقای عبدالباقی. حمد و سپاس خدای منان رو که در سال گذشته مثل همه سالها خانواده بزرگ هلدینگ عبدالباقی رو کمک کرد که بتونیم در مقابل شما عزیزان سفید باشیم. حسین عبدالباقی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هلدینگ عبدالباقی هستم. سال 1401 سال ببر رو به همه هموطنانم در داخل کشور و خارج کشور تبریک میگم. به نام خدا و با سلام، این جانب حسین عبدالباقی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گروه ساختمانسازی عبدالباقی. ضمن تشکر از عوامل گروه ساختمانسازی عبدالباقی، تشکر میکنم از وزارت صنعت معدن تجارت که بنده را به عنوان کارآفرین برتر منطقه آزاد اروند
و یکی از چهره‌های ماندگار صنعت ساختمان در کنگره ملی چهره‌های ماندگار صنعت معدن و تجارت سال 97 برگزیدند. منو به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار ساختمان سازی حتما ماندگار شدی. انسانی که برج ساخت بدون ضابطه که فرو بریزه خیلی دردناک بود. بعضی از منظره ها رو دیدم، یه دوستم یه فیلمی برام فرستاده بود، دلم نمیاد پخش کنم. مشورت کردم با دوستانم با همکارانم، نه دلم نمیاد پخش کنم. بعدم یوتیوب روی بعضی از این چیزا حساسیت داره خیلی زیاد، به آفکام هم ما ملتزم هستیم، بعضی فیلم ها رو نمیشه پخش کرد. در حال این آقای عبدالباقی بود، برج ساز، هولدینگ عبدالباقی. من و پسرم و دختر خاله و نوه عمم و داماد آیزنم و همه دست به دست هم دادیم برای غارت. شهردار محترم سابق و لاحق، استاندار محترم سابق و لاحق، فرماندار محترم سابق و لاحق، رؤسای اروند به منطقه تجاری آزاد اروند، همه و همه دست به هم دادن، ما رو تشویق کردن، به مقام معظم رهبری معرفی کردن، ما هم خمس و تقدیمشون کردیم و خلاصه سرنوشت بابک زنجانی نصیبمون نشد، اما خدا میداند چه سرنوشت. به هر روی یه چیز دیدم خیلی جالب، مصاحبه کردن با دبیر ستاد واردات خودرو. تو این وسط که کشور ارز نداره با بدبختی خودرو آزاد میشه. میدونین چرا؟ چون مالیاتی که میگیرن برای دولت خب یه ممر درآمد دیگه، میگه اون که داره بیاد بده، ماشین میلیاردی بخره یه میلیاردم به من بده. کسی که تو ایران لامبورگینی سوار میشه، لوتوس سوار میشه، پورش سوار میشه، اینقدر داره که به منم 2 میلیارد بده، 1.5 میلیارد بده. اینم داستان ستاد خودرو. بریم ببینیم چی میگه این آقا. وارد کنندگان خودرو هستیم که در مورد این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کنیم. آقای دادفر بفرمایید که آخرین اخبار در مورد واردات خودرو چی است؟ ببینید اولا اینو من عرض کنم، دلیل اینکه موضوع واردات خیلی به هم ریختگی داره اینه که یک پیشنویسی ایجاد شده. این پیشنویس باید توسط هیئت دولت حتما تایید بشه و مصوبه هیئت دولت بشه. روی موضوع پیشنویس هم چون آقایون دوست دارن مشکلات 45 سال 50 سال خودروی کشور رو با یه دونه پیشنویس، یعنی توی 10 تا خط کل آرزوها رو برآورده بکنن، کاهش قیمت، افزایش تولید، افزایش اشتغال، صادرات، رضایتمندی مردم، افزایش عرضه خودرو، تعدیل قیمت خودرو، افزایش کیفیت خودرو، همه رو میخوان با این 10 تا خط برطرف بکنن. خیلی هم سریع میخوان این کارو بکنن. خب این کار نشده دیگه، عملا همش مستمر گیر میکنه، علی‌خصوص در فضای تحریمی. به علاوه کسایی که میخوان این کارها رو بکنن خودشون بانی وضع موجود هم هستند، یعنی اینو هیچ‌وقت فراموش نکنیم. کسانی که این فضا رو ایجاد کردن خودشون مدیران خودروسازی بودن، رئیس هیئت مدیره خودروسازی‌ها بودن و خودشون این فضا رو ایجاد کردن. یعنی اگر میگیم چرا ماشین ما مثلا نسبت به کره پیشرفت نکرده، مثلا میگه خود آقای فلانی خودش مدیر عامل بوده دیگه. میگیم آقا چرا مثلا صادرات نمیتونیم بکنیم، مثلا آقایی که مخالف وارداته خودش مثلا رئیس هیئت مدیره تحقیقات موتور بوده دیگه. خب شما چیکار کردی؟ بیا اون کارو بکن. به علاوه اینکه خب امروز میبینیم به لطف خدا الحمدلله بازارمون کاملا در تسخیر چین هستش، حتی ایران خودرو سایپامون موتور و قطعاتشون رو که الان هست دیگه در این نمایشگاه، و من فقط یه خورده از این عزیزان چینی رو کم میبینم، اما آثارشون همه اینجا هست و تبریک میگم دست همه این عزیزانی که از تولید و اشتغال حمایت کردن، جلوی واردات رو گرفتن، برندهای جهانی رو نذاشتن بیان. واقعا زحمت خیلی زیادیه، باید ازشون حتما تشکر کرد که ما رو به یکی از استانهای کشور چین تبدیل کردن. این همه خودروی چینی در خود چین هم توی نمایشگاهش نیست، برندهای دیگه جهانی رو شما میتونید اونجا ببینید اگر تشریف ببرید. کار بزرگیه، به هر حال باید ازشون خیلی تشکر کرد و مردم هم حتما ازشون ممنونن بابت اینکه همشون رو چینی سوار کردن. فکر می‌کنم واردات آزاد شده. آفرین آقای دبیر ستاد، واقعیت‌ها رو بیان می‌کردی خیلی. امروز تولد یکی از نازنین ترین هنرمندان، یه انسان آزاده، انسان وارسته،
به نام بیژن بیژنی. علی آقای با خیلی زحمت کشید که یکی از ترانه هاشو با تصویر خوب با حضور خودش، پومنم یه کار قشنگ کرد، یکی از ترانه هاشو که خیلی هم من دوست دارم، شعر عاشق اصفهانی برنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل داشت. گفتم اول با تصویر صدا خوش بخشونیم، یه روز دیگه اون کاری که پومن کرد. علی عزیز سراپا گوشیم، بیژن بیژنی تولدت مبارک. درود به بیژن جان بیژنی، درود به روان جمشید جان ارجمند، دوست عزیز هزار سالم. جمشید اون دو سه ماه پایان زندگیش چندین بار به من زنگ میزد. یه بارم بخت صحبت با خواهر عزیزشو داشتم. جمشید خیلی دلش گرفته بود. یه روز گفتم جمشید بیا تو برنامه‌م. گفت حتما. بعد حالش بد شد، مریض شد. جمشید یه نویسنده برجسته بود، یه منتقد برجسته فیلم، سیاسی خوب می‌نوشت. یادم از اون وقتی که همه ما جمع شدیم تو بامشاد بعد از اینکه عباس جان پهلوان ممنون القلم شد و عده با او، نبوی عزیز و پوروالی درهای بامشاد رو گوش شد، همه ما جمع شدیم اونجا توی کریم خان زند و دل ما علی تو فردوسی مونده بود. جمشید خیلی محبت داشت. نخستین مقاله های سیاسی حسابی من چاپ شد که بعد که برگشتیم عباس جان پهلوان همه جور درها رو که باز کرده بود بیشتر باز کرد برای من. همیشه سپاسگزار پهلوان عزیزم هستم، همیشه. جایگاه او در زندگی من خیلی بالاست. درود میفرستم بهش، به ارجمند، به هومن دهلوی. چقدر قشنگ بود. خب بریم سر صحبت‌های جناب آقای قالیباف. این من خیلی دردم میاد وقتی میبینم قالیباف جای معتمر الملک نشست، قالیباف نشسته جای سردار فاخر حکمت، جای مهندس ریاضی. همین مهندس ریاضی، برید مدارج علمیشو تو فرانسه اینا رو ببینید، ریاست دانشکده فنی. بقیه آقای قالیباف از پشت کاربر فروشی پدر کلاس قرآن خامنه‌ای بعد بیاد بشه سردار محمد باقر قالیباف، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا کی بودن؟ گفت پاپتی هایی که علم و درک هم نداشتن. میزا طیخان امیر کبیر پسر کربلای قربان آشپز بود. من یه همکلاسی داشتم تو دبیرستان، فیلسوفیست و امروز بسیارم سرشناس. یادم نمیره کلاس ده بود، یه روز یکی از معلمامون اومد، آقای طلاکوب معلم انگلیسی بود، سر کلاس پرسید پدراتون چی کاره؟ مثلا یکی بود اونجا که پدرش استوار نیرو هوایی بود، گفت سرهنگ پدرم. خیلی هم گفتن یه پزشیار بود که سوزن میزد، گفت دکتر. هر کی گفت، منم گفتم پدرم سردفتره و این نازنین بلندش گفت پدرم آشپزه. همه چشاشون اینجوری شد، چون بسیار شیک میپوشید، تمام لباساش خارجی بود، انگلیسی بود و سالی یه بارم دو سه ماه میرفت انگلیس. بعد معلوم شد پدرش آشپز وزارت خارجه است و در سفارت ایران در لندن حضور داره که من دستپخت نازنینش رو خوردم و سر تشییع جنازه‌شم در کنار دوستم محمد بودم و خیلی برای من جالب بود. خب اینا آدم های لایقی بودن. ملکه الیزابت وقتی شاه اومد خواهش کرد این آقا رو بگید بیان در دربار، بیان در وینزور و کاخ باکینگهام و نظارت کنن بر سفره ما، چون میخوایم غذای ایرانی هم داشته باشیم. اینا بود. کربلای قربانم پسرش شد میرزا طیخان امیر کبیر. تیمسار ربیعی گفت مادرم رخت میشست و مرا بزرگ کرد. کتاب دکتر باقر عاقلی دولتمردان صد سال اخیر ایران دو جلده
واقعا به جز معدود جاهایی که بی لطفی کرده، مثلا راجع به طوفانیان میاد روایت فردوست خائن رو میگذاره که میگه بعد طوفانیان پورسان میگرفت به شاه هم میداد. شاه نیاز به پورسان گرفتن از اسلحه فروشا نداشت، با گردن کلفتی میایستاد اسلحه رو میگرفت و آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونست بکنه. و روزی که آمریکا دید که چقدر قدرتمند شده، ایرانی که اینو براتون بگم سال 30 محتاج 6 میلیون دلار از آمریکا بودیم و سال 55 56 1 میلیارد به فرانسه، 1 میلیارد به آلمان، 600 میلیون پوند به انگلستان، 200 میلیون به سنگال، 400 میلیون به مصر، 600 500 میلیون به سوریه سرمایه گذاری میکردیم. بله خب دیگه اون محمد رضا شاه با این حساب باید هم میرفت. با بهانه جویی های ما و با چشم بسته ما که فریاد میزدیم. حالا بریم آقای قالیباف، در لیاقت ولی فقیه هم اینه که رئیس مجلسشون باشه دیگه، اینا سراتای کرباسن. بریم ببینیم ایشون چه میفرمایه. امروز در کشور با کسانی کار دارن که دارن کار میکنن. و آدم افسوس بخوره از بعضی از افرادی که به ظاهر متخصصن و قلم زن ولی نوکری میکنن برای دیگران. شما نگاه کنید، من نمیخوام یه حرفا بذارم، من گفتم عبور کردم از این بحثا، بحث فردی ندارم، ولی معلوم نیست که دوستانی که در حوزه بخش خصوصی کار میکنن این گونه باشه. شما الان نگاه کنید در همین تهران هر پروژه ساخته شد، هر کاری انجام شد، هر موضوعی شد، به جایی که بیان بگن که آقا خب حداقل بیان بدی خوبیاشو با هم بگن، فقط شروع کردن بدیاشو گفتن. حتی به دروغ گفتن که بدهی گذاشته. گفتم آقا همه بدیها که اینطوری نیست، ولی همه این بدیها رو حساب کن. هر جور میخوای با هر منطقه اقتصادی میخوای حساب بکنی، حساب بکن، بازی اقتصادیه. من میخوام بگم دل شکسته از این حرفا نشید. و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا به یدک الخیر. قوی باشید، امین باشید، محکم بایستید و این کشور و این مردم نیاز به شما در بخش خصوصی دارن. این مردم ما نشون دادن مردان مردن برای روزهای سخت، چه پشت خاک ریز چه این فشارهای گرانی. آقای قالیباف این حرفا رو که میزنه خودش وقتی اینا رو میبینه خجالت نمیکشه. امین باشه، یعنی بره تو شهرداری 12,000 کارمند بیاره اونجا که چه بخور بخوری بشه، میلیاردها بلند کنه اون خونه سازی ها، اون بازی ها، اون لواسان، اون جاهای دیگه، و بعد بیاد بگه بله آدمایی که کار میکنن یک عده مزدور و نوکر قلم زن، دشمن قلمن، دشمن قلمن، چون قلمزن امروز در جمهوری جهل و جور و فساد قلمزن قاجاریه نیست که بگه بله، بگه که قلمزن را به دولت میرسانه. قلمزن امروز برای نانش محتاجه. اگر آزاداندیش باشه، آزاده باشه، معلومه قالیباف از خوشش نمیاد. داره الانم میگه بگیر بعد. دیدی اولش که حرف زد منتظر شد دست بزنن، چون ردیف داره دیگه، آدم اونجا نشسته، درنگ کرد که دستشون رو بزنه. عادت قالیبافینه، عادت خیلی ها دیگه شوینه. آقای حداد عادل هم اونجا نشسته بود، باید هم بشینه. حداد عادل یک زمین مسکونی رو براش تبدیل کردن به زمین تجارتی، میلیاردها به جیب زد. یا زمینی رو که با خانم مارزاده بالا کشیدن برای مدرسه فرهنگ، مؤسسه.
ای داده بیداد سرم درد میاد. جالب اینه در اوکراین جنگ، در ایران قحطی میشه، در لبنان جنگ میشه، در ایران قحطی میشه، و خیلی هم توجیه میکنن. توجیهشون خیلی بامزه است، توجیه کردنشون. یه دیگه جالبی دارم بریم با هم ببینیم. ما همون جو و گندمی که خودمون در مملکت خودمون کشت میکنیم، اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. بفرما، اینم از اقتصاددان اعظممون، ولی وقیه اول. ما به کسی احتیاج نداریم، خودمان میکاریم، خودمان میخوریم. سردر وزارت خارجش هم نوشته نه شرقی نه غربی. حالا خدا نکنه تو شرق و غرب تقی به توقی بخوره ها. ونزوئلا تحریم میشه، بنزین ما سه برابر میشه. چین اپیدمی میاد، دارو تو کشور ما قحطی میزنه. به بهانه بحران وال استریت آمریکا، پول ما رو از بورس تهران به جیب دولت میریزن. حالا هم که روسیه اوکراینو زده، بهانه دست این عمامه به سر افتاده که ماکارونی و آرد و برنج و گندم و مشتقاتشون رو چهار برابر کنه. قیمت همین اجناس هم تو همسایه های ما تکون نخورده. 40 سال تن و بدنمون داره میلرزه که نکنه یه گور یه اتفاق بیافته، کشور ما قحطی بیاد. تاریخ ایران بدبختر و وابسته تر از حکومت ولایت فقیه به چشم دیده نه والا. با جنگ اوکراین انتظار دارن قیمت ماکارونی سه برابر نشه؟ این بهانه نظام برای سه برابر کردن یه شبه قیمت گندمه. اما مگه اوکراین چقدر گندم تولید میکرد؟ کل تولید گندم دنیا 780 میلیون تن بوده. اوکراین سهمش چقدر بوده؟ 33 میلیون تن بوده. کل جنگی که تو اوکراین اتفاق افتاده 1% تولید گندم رو در دنیا کاهش داده. یعنی به تمام این بازی‌ها به خاطر 1%ه. آخه چرا آمار اشتباه میدید؟ عضو کمیسیون کشاورزی گفت علت گرانی در کشور جنگ روسیه است. تا 60% گندم جهان از آنجا صادر میشد. روسیه که یکی از کشورهای بزرگی که 75 میلیون تن تولید داره، ما مذاکره کردیم از روسیه آرد و قبل گمرک 20% زیر همین قیمتی که ما الان داریم آرد آزاد و اصناف میده به ما تحویل میده. پس های مردم کلاتون رو بالاتر بگیرید که به بهانه جنگ اوکراین احتمالاً پولتون از جیبتون در حال سرازیر شدن به سوریه و لبنانه. واقعاً آدم وقتی کارنامه رژیم رو میبینه، عملکردش رو میبینه، حیرت میکنه با خودش. من متأثر شدم وقتی دیدم خدایا دوتا خلبان عزیز ما از نیروی هوایی ایران، همون نیرویی که بابایی و دوران و منصور ستاری، اون نیرویی که واقعا چه بزرگانی در اون نیرو بودن، در همون نیرو دو خلبان به خاطر هواپیمای F7 F7 چینی شنیانگ، هواپیمای در پیتی قرازه، هنوز دارن باش پرواز میکنن، هنوز با F4 و F15 و F16 F4 ببخشید F14 F4 و F5 پرواز میکنیم. چند روز پیش گفتن یه F14 تعمیر شد و برگشت به خدمت. خدا رحمت بر روانت محمد رضا شاه. اگه اینا رو نگرفته بودی صدام اینا رو خورده بود. اون نیروی هوایی دلاوری که سر جنگ 200 تاشون خمینی کشت، ری شهری ناجوان مرد گور به گور شده، فرزندان عزیز نیروی هوایی رو به قتل رسوند. خانواده ری شهری تا ابد بر سر بزنید که پدری چنین داشته. اون بیچاره زن بدبختش که 9 سالگی گیر این حیوان افتاد درگذشت، تحمل این جانور رو نداشت. واقعا نگاه میکنم میگم علی اکبر محتشمی پور واقعا خانوادهش چی میگن پیش خودش که یه همچی مردی داشتن، چه خواهند کن؟ آدم ها رو آدم میتونیم. عبدالله نوری یک نه به سید علی آقا گفت و محلم دیگه بهش نذاشت، حرفی هم نزد که خودشو خراب کنه مثل خاتمی. از این آدم ها هم داشتیم ما. به هر روی همه تون میدونید که من چقدر به این بانو سپهری ارادت دارم. بانوی نازنین، مبارز، آزاداندیش، با لباس سنتی خودش، با همون لباسی که خیلی مادر بزرگ، مادر، عمه خانوم بود، خاله خانوم، خیلی با همون لباس سنتی بود. برادر در زندان، همسرش در نوجوانی در جنگ
شهید شده و این بانوی مبارز در سپهر سیاسی ایران یک ستاره است. به حرفاش گوش بدید، این حرفا رو پخش کنید همه جا. گوش میدیم به خانم سپهری. سلام، امروز 31 اردیبهشت هست. برادرم بعد از ظهر زنگ زد. الان که زنگ زد گفت که صبح اومدن زندان صدا زدن آقای سپهری شما اعزام به درمانی. بردن، بعد که رفتن بردن به دادگاه انقلاب. اونجا که رفتن بردن شعبه 901. بعد چند ساعتی که اونجا بودن گفتن که بازپرس میگه امروز حوصله رسیدگی نداریم، برگردون این زندان. برادرم میپرسه خب حالا که من آوردن اینجا به چه جرمی، چیه من موضوع؟ میگه که ما رسیدگی کردیم به اون جرایمی که شما روز 11 فروردین که مأمور ابلاغ اومده و به تو توهینم کرده و بالاخره دست تو پیشوندن و به زمین زدنت، اونجا شما به سرباز گفتی بی شرف دستم رو ول کن و همین دیگه، برمیگردوننش زندان. و ما بعدی که مطلع شدیم از اون اتفاق روز 11 فروردین، همون روز برادرم رو 4 شب در سلول انفرادی سلول اعدامی ها میبرن، 4 روز تلفنش رو قطع میکنن و اونجا خیلی اذیت شده بود. برادرم در سال 98 یک نوبت بند 104 بردن، کتک زدن، دستش آسیب دید. یه بار سال 99 بردن بند 102 کتک زدن، که اینا رو روزی که ما رفتیم و تقاضا کردیم یه اتفاق افتاده، آقای رحمانی گفتن من میرم زندان رسیدگی میکنم. 22 فروردین با هیئتی رفته بودن که از اطلاعات هم همراهشون بودن، فردی به نام میسم نامی هست، همه کاره اطلاعات. اونجا برادرم گفته بود که شما باید به این موضوع رسیدگی کنین. چرا اینا اومدن؟ به خاطر گرفتن یک ابلاغیه که من تقاضا کردم، منو 4 شب در سلول انفرادی بردن اینا. و بعد آقای رحمانی میگه من رسیدگی میکنم. میگه خب پس اگه قرار شما رسیدگی کنین، لطفاً به این که من 2 ماه قبل از رفتن به زندان حقوقم رو قطع کرده آموزش پرورش و منو متهم کردن که شما به رهبر توهین کردی و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری حقوقم رو قطع کردن. بعد که قبل از بازداشت یه نفر چاقوکش رو فرستاده بودین، معتاد چاقوکشی رو در خونم که مزاحم خودم خانوادم شد و اینا رو هم رسیدگی کنین. من زندان بودم، یک زمینی رو بدونه که به من خبر بدین، بدونه که منو مطلع کنین، حکم فروش زمینم را دادین و من ضرر کردم، میلیاردی ضرر کردم، زمینم رو فروختین و انواع اینا رو شما رسیدگی کنین. حالا امروز برادرم رو بردن و اینجوری شده. خانم سپهری، پوزش میخوام که ما وقتمون نرسید، من همه پیام شما رو پخش کنم. 1 دقیقه از یه پیام شهروندم حتما باید پخش کنم که خطاب به نظامیان کشوره. گوش بدید. سلام، من روی صحبتم با اون سرباز نیروی انتظامیه و اون پرسنل کادری. شمایی که روی مردم خود اسلحه میکشی، شما تو ایران زندگی نمی کنی، شما خوشحالی رو نمی بینی. واکسن نیست، چون یه نفر برای 80 میلیون نفر تصمیم گرفته و خودش نشسته توی بیتش، مردمو، کشور رو، همه چیز رو ول کرده به حال خودش، یعنی رها کرده، براش اصلا مهم نیست، فقط یه ایدئولوژی براش مهمه. ولی توی که سربازی، توی که کادری، تو بچه داری، خانواده داری، پدر داری، مادر داری، فامیل داری، آینده میخوای چی جواب بچه ها؟ درود بر تو شهرونده عزیز، هموطن من. ای کاش همه مردم گوش بدن، مثل خودت پیام بدن. رژیم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا فردا در پناه پروردگار عاشق.